نشست علمی روزانه آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی روزهای یک شنبه و دوشنبه 25 و 26 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با دلیل تغییر نیافتن قرآن فرمودند: دلیل این که این قرآنی که در دست ماست همان قرآن اولی است و دچار تغییر نشده به دلیل روایت حفص از عاصم نیست، چرا که آن روایت اعتبار ندارد، بلکه به این خاطر است که این قرآن متواتر به دست ما رسیده است. معظم الله در ادامه فرمودند: اگر این قرآن 50 یا 100 یا 300 سال قبل به نوع دیگری بوده و اکنون به شکل دیگری شده، از باب قاعده لوکان لبان با بررسیان ها مشخص می شود که این قرآن کریم، که این قرآن کم و زیاد نشده است. معظم الله همچنین تاکید فرمودند: قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم کامل شده و از اصحاب آن حضرت و دیگران به ما رسیده است و در تواتر، عدالت، وساقت و بلوغ شرط نیست، لذا اگر خبری متواتر شود موجب علم خواهد شد. ایشان در رابطه با کامل شدن قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم فرمودند: از پیامبر اکرم در ثواب ختم قرآن کریم روایاتی نقل شده که مشخص می شود قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم کامل شده است. آیت الله العظمى شیرازی در ادامه فرمودند: قرائت‌های مختلفی برخی از کلمات در قرآن بر اساس روایات معصومین علیهم السلام و نه روایت‌های 14 گانه معتبر است. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. این تو عروه این مسئله داره راجع به قل هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان به سکون پا، کفوان، کفان. صاحب عروه نوشه هر چهار تاش جایزه، هر کدوم خود. ببینید تو عروه یه عده فقها حاشیه کردن، یکشون مرحوم والد ما، یکشون مرحوم اخوی، یکشون مرحوم حاج حسین قمی، یه مجموعه از فقها که نه فقط اونی جایز خوندنش که تو قرآن الان هست. قرآن کف و ون نوشته، هم فا هم وا و هر دو مضموم. یعنی صاحب عروه جماعتی هم که حاشیه نکردن، اینا قائلن که قرائاتی که نقل شده اینا جایز خوندنش. اما یه عده مشکل که محل خلافه، بحث اینه که این قرائات متواتر از پیغمبر صلی الله علیه و آله، که بعضی از فقها در حاشیه نوشتن این قرائات صحیح اصلا یه دونشون یه دلیل معتبر نداره، یه روایت صحیح تا چه برسه متواتر باشه. نه، ادعا کردن که متواتره از پیغمبر، گفتن یعنی پیغمبر چهار جور خوندن، یه بار اینجور یه بار اینجور، متواتره از پیغمبره. که تو بعضی حاشیه ها داره که اصلا این چهار تا یعنی قرائات سبعه یه دونش یه سند معتبر نداره، دیگه چه برسه متواتر باشه. ظاهرا محل اشکاله. بله، کسی مقلده، یه فقیهیه که میگه جایزه و اونم در زمان حیاتش، یعنی مقلد شده، این که حالا بیاد تقلید میت ابتداعا بکنه، تقلید صاحب عروه کنه. حالا کل عامی حسب تقلید مرجع جامع الشرایط خودشه. علا کلن همین مسئله تو عروه هم داره و فقه هم به عده حاشیه کرده.